شنبه 21 اسفند اعلیحضرت همایون شاهنشاه بنا به دعوت اعلیحضرت ملک سعود برای یک بازدید رسمی از کشور دوست و برادر ما عربستان سعودی عازم ریاض پایتخت آن کشور شدند. بعد از ظهر شاهنشاه و منتظمین رکاب با لباس مخصوص احرام از جده عازم تشرف به مکه معظمه گشتند. مکه قبلگاه حاجات مسلمانان جهان می باشد که همه ساله میلیون ها نفر از افسانگات کره ارض به قصد زیارت به دانجا رو می آورند. اخیراً بنا به امر اعلی حضرت ملک سعود اطراف خانه کعبه را با طرز بسیار باشکوهی که در خور مقام چنین مکان مقدسی توسعه داده مشغول ساختمان آن می باشد. همایونی که فاصله بین جده و مکه را با اتومبیل روبازی تکیمدن نزول اجلال می خواهد. شاهنشاه که در تمام امور متوکل به فضل الهی بوده و در انجام فرایض دین مبین اسلام همواره سرمشق و مشفق ملت ایران هستند، در مدخل باب السلام برای تشرف به کعبه دعای اذن دخول می خواهد. شاهنشاه و همراهان سپس به کعبه منوره داخل شده مناسک عمره مفرده را به جان آورند. اینجا چاه مشهور زمزم است که در سمت راست آن مقام ابراهیم خلیل الله دیده می پس از 7 بار طواف به دور کعبه، شاهنشاه و منتظمین مراسم سعی را به جان آورند. مراسم سعی صفا و مروه عبارت است از 7 مرتبه طی طریق بین این محل که صفا نام دارد و محل دیگری به نام مروه. فاصله صفا تا مروه قدری کمتر از 1 کیلومتر می باشد. بعد از انجام این مراسم شاهنشاه دوباره داخل کعبه منوره شدند و پس از ادای نماز غروب و نوشیدن آب زمزم و طواف مجدد به دور کعبه مکه معظمه را ترک کردند. هواپیمای شاهنشاه آریامهر خلیج فارس را پشت سر می‌گذارد و در فرودگاه ریاض به زمین می نشیند. اعلیحضرت ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی از برادر خود اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر استقبال می نماید. مدینه منوره، شهری که مرقد مطهر رسول خدا حضرت محمد مصطفی را چون نگینی در بر گرفته است. شاهنشاه آریامهر در میان یک استقبال پرشور به شهر مدینه وارد می شوند. مسجد النبی مورد بازدید شاهنشاه قرار می گیرد. شاهنشاه مرقد مطهر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت می کنند. مدینه منوره پناهگاه پیغمبر اکرم از ستم دشمنان بود و هم در این شهر بود که رسول خدا دید از جهان فرو بست و امروز مرقد مبارکش زیارتگاه مسلمانان جهان است. از قبرستان بقی و نقاط تاریخی شهر مدینه دیدن می شود.